خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دل شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. امروز مذاکرات صلحی که در دوحه برگزار شده بود، امروز جمعه 16 آگوست، مذاکرات صلحی که در دوحه قرار بود بین حماس با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر، حماس و اسرائیل با هم مذاکره بکنن و به صلح برسن، بدون رسیدن به نتیجه ملموسی به پایان رسید و طرفین برگشتن. البته حماس شرکت نکرده بود ولی مذاکره کننده های اسرائیلی هم به اسرائیل برگشتن. یک احتمال وجود داشت که خامنه‌ای بعد از سخنانی که چند روز پیش گفته بود برای نرمش قهرمانانه یا به اصطلاح عقب نشینی تاکتیکی که بیان کرده بود، احتمال این رو داشت که این مذاکرات اگر به نتیجه برسه و آتش بس برقرار بشه، صلحی برقرار بشه، ایران از حمله تلافی جویانه دست برداره. احتمال جنگ بین ایران و اسرائیل در حال حاضر بسیار بالاست، ولی زمان دقیقش رو تقریبا میتونم بگم کسی نمیتونه پیش بینی بکنه، به دلیل اینکه شرایط متفاوتی هست که باید به اصطلاح دستاندرکاران دو طرف بررسی بکنن. ولی میخوام این موضوع رو از دید خودم، از دید اون قدرت‌های بین‌المللی و اون به اصطلاح جاهای استکاک پذیری که در کل دنیا وجود داره صحبت میکنم. ببینید، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا کمتر از سه ماه مونده و بعد از سه ماه احتمالاً یکی از دو طرف ترامپ و خانم هریس بخوان که به قدرت برسن. احتمال رسیدن خانم هریس به قدرت بسیار بالاست. اگر خانم هریس برنده بشه، نیروهایی که وارد قدرت میشن در آمریکا، دموکرات‌ها، معمولاً یک مقدار با اون تفکرات چپی که دارن، یک مقدار اون ژست به اصطلاح چپی که دارن، ژست صلح طلبانه‌ای که دارن، احتمال داره که آقای نتانیاهو رو تحت فشار قرار بدن. و اینکه جناح دموکرات معمولاً سعی داره با ایران مذاکره بکنه و قرارداد ببنده و مثلا اون برجام رو دوباره احیا بکنه بالاست و این زنگ خطری هست برای آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو احتمال بسیار زیاد راضی به این نیست که خانم هریس بیاد سر کار و خانم هریس برای 8 سال یا 4 سال بخواد با ایران مماشات بکنه و نیروهایی که در ایران قرار دارن به سلاح اتمی برسن. و همین دلیل آقای بنیامین نتانیاهو تصمیم خواهد گرفت احتمال بسیار زیاد قبل از رسیدن خانم هریس به قدرت جنگ رو شروع بکنه و اون چیزهایی که لازم داره بهش برسه. احتمالاً میخواد نیروهای حزب الله رو کاملاً خونسا بکنه. امروز حزب الله یک ویدیوی 4-5 دقیقه‌ای رو نشون داد از توانایی‌های موشکیش و زرادخانه موشکیش و تونل‌هایی که در داخلش کامیون رفته آمد می‌کرد و این احتمالاً آتوی خوبی دست اسرائیل خواهد داد که این حمله رو انجام بده. اسرائیل حماس رو نیروی بسیار قوی نمیدونست، حزب الله رو بسیار قوی تر از حماس میدونست و فشاری که بر روی اسرائیل هست برای از بین بردن حماس بسیار بالاتر، برای از بین بردن حزب الله بسیار بالاتر از حماس بود. ولی جنگی رو که در 7 اکتبر بهش تحمیل شد مجبورش کرد که اول با حماس تسویه حساب بکنه. در حال حاضر حماس نیروی نظامی خودش رو از دست داده، توان مقابله خودش رو به شدت از دست داده و احتمالاً با چند نیروی مختصری که میشود از طریق نیروی مختصری که میشود در غزه جا گذاشت، میشه حماس رو کنترل کرد و با نیروی هوایی میتوان بهش ضربه زد و احتیاج به این نیست که ارتش اسرائیل در نوار غزه بمونه. پس احتمال اینکه ارتش اسرائیل در هر شرایطی به حزب الله حمله بکنه و حزب الله رو خونسا بکنه بسیار بالاست. از طرف ایران پیش بینی میشه که اون غنی سازی اورانیومش به حدی رسیده باشه که با یک اراده سیاسی در ظرف مدت کوتاهی به سلاح اتمی برسه و اون اطلاعاتی که نیروهای
اطلاعاتی اسرائیل در اختیار دولت اسرائیل میگذارن بسیار دست اول. شما میبینید که آقای هنیه رو در تهران ترور کردن، آقای فخریزاده رو در تهران ترور کردن. پس نیرویی که آقای نتانیاهو در دست داره، اطلاعاتی که در دست داره، بهش امکان این رو میده که با حمله ای بتواند که نیروهای ایرانی رو زمینگیر بکنه و اون حرکتی که به سمت سلاح اتمی ممکنه ایران بره اون رو خونسا بکنه و این خطر رو از روی سر خودش برداره. تأثیرات دیگه‌ای هم در جاهای دیگه، اختلافاتی که در جاهای دیگه‌ای دارن بر این مناقشه خواهد گذاشت. حمله‌ای که اوکراین به روسیه کرد نشون میده که اوکراین هم از به قدرت رسیدن ترامپ میترسه. اگر ترامپ به قدرت برسه به احتمال قوی به اوکراین کمک نظامی نخواهد کرد و مجبورش خواهد کرد که با روسیه به مذاکره بشینه و به اصطلاح به صلح برسه. به همین دلیل است که اوکراین از رسیدن ترامپ به قدرت میترسه و به همین دلیل دست به اصطلاح حرکت هایی کرده که در حال حاضر میبینید. و این موضوع بسیار موضوع پیچیده‌ای شده به دلیل اینکه تانک های آلمانی و تانک‌های انگلیسی وارد خاک روسیه شدن. از طرف دیگه هواپیمای F-16 تحویل اوکراین داده شد و این قدرت میده به اوکراین که در اون مشکل نیروی هوایی که داره رو بتونه به صورتی کمرنگ بکنه یا از بین ببره. به همین دلیل احتمال اینکه روسیه کمک بکنه متقابلا به ایران، که ایران دسترسی داشته باشه به سلاح‌های دفاعی یا حتی تهاجمی برای حمله کردن به اسرائیل بسیار بالاست. روسیه بسیار بسیار علاقمند است که ایران و اسرائیل و آمریکا در جنگی مشغول بشن و نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به اصطلاح با ایران درگیر بشن و مشغول بشن. چین هم از طرف دیگه بسیار علاقمند هست که آمریکا نیروهاش رو در خلیج فارس مشغول بکنه و اون فشاری رو که به تنگه تایوان و اون فشاری که در جزیره تایوان بین جزیره تایوان و چین هست رو از روی چین برداره. چون اگه قرار باشه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس درگیر بشن، مجبورن که مقداری از نیروهای خودشون رو از جنوب شرقی آسیا بیارن به سمت خلیج فارس. در حال حاضر تجمع این نیروها به حدی بالاست که بعد از به اصطلاح جنگ خلیج فارس، جنگ بین عراق و آمریکا، این مقدار نیروی تهاجمی در خلیج فارس نبوده. الان مقدار زیادی نیروی تهاجمی در خلیج فارس است. هواپیمای F-22 هواپیمایی هستند که برای دفاع نیستند. این هواپیما هواپیمای تهاجمی هستند. برنامه‌ای که دارن حمله به داخل خاک یک کشور و از بین بردن نیروهای راداری و نیروهای پدافند هوایی هستش. اگر قرار بود که مثل سری قبل دفاعی باشه، احتمالاً با F-35 ها و F-16 F-18 میتوانستن این کار رو بکنن، ولی در حال حاضر F-22 رو هم وارد موضوع کردن و نوهای هواپیمابر بیشتری به سمت خلیج فارس در حال حرکت است. احتمال اینکه این جنگ به زودی اتفاق بیفته بسیار بالاست. احتمال داره که خامنه ای از ترس اینکه قدرت خودش را از دست بده بخواد کوتاه بیاد، ولی در هر حالت من فکر نمی کنم بنیامین نتانیاهو بخواد دست از سر این موضوع برداره و احتمال این رو میدم که حتما حملات دیگه ای رو بکنه و ایران رو وادار بکنه که وارد یک جنگ بشه. جنگ ایران و اسرائیل به نفع اسرائیل هست، هرچند جنگ ایران و اسرائیل جنگی نیست که جنگ کلاسیک به حساب بیاد، یعنی جنگی که نیروهای زمینی درش درگیر باشن، چون اسرائیل و ایران مرز مشترک ندارن. ایران اگر بخواد نیروی نظامی انتقال بده به خاک به اصطلاح اسرائیل، به نزدیکی خاک اسرائیل نمیتواند، ممکنه نیروهای زبده‌ای رو بفرسته، ولی اینکه نیروی زمینی احتیاج به توپ و تانک و سلاح‌های سنگین داره و پشتیبانی هوایی داره، ایران قادر به این جنگ نیست. اسرائیل هم به اصطلاح نه جمعیتش اجازه به این کار میده، نه مرزش اجازه به این کار میده که اسرائیل نیروی زمینی وارد بکنه. آمریکا هم برای وارد کردن نیروی زمینی نیروی مناسبی در خلیج فارس نداره. 40,000 نیرو داره و 40,000 نیرو کفاف حمله زمینی رو نمیده.
برای حمله که به عراق داشت بالای 100 هزار نفر داشت، نزدیک 200 هزار نفر تقریبا نیرو وارد کرده بود که بتونه نیروی زمینیشو وارد بکنه. اگه قرار باشه این اتفاق بیفته، نیروی زمینی باید بالای 100 هزار نفر حداقل در اون منطقه حضور داشته باشه. ولی اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود، احتمالاً اسرائیل حملات موشکی خواهد کرد، همزمان حوثی‌ها، همزمان حماس، احتمالاً هشت شبی از عراق، و نیروهای ایرانی هم موشکباران خواهند کرد، احتمالا تلفات بدن به اسرائیل، و اسرائیل هم احتمال بسیار زیاد خاک ایران رو مورد حمله قرار خواهد داد، و این حملات متقابل احتمالا آمریکا را هم وارد این جنگ خواهد کرد، و متاسفانه این جنگ متاسفانه با ضربه بسیار شدید اقتصادی به ایران احتمالا به آتش بس خواهد رسید. صلح نخواهد شد چرا که جنگ نخواهد بود. جنگ به اون صورت کلاسیک یک حملات متقابل خواهد بود که این حملات متقابل خسارات بسیار زیادی به ایران وارد خواهد کرد. همین الانش هم ایران برای تأمین برق مملکت، برای تأمین برق مردم خودش دچار مشکل هست، چه برسد به این که جنگ اتفاق بیفته و نیروگاه ها و پالایشگاه هاش از دست بده. برای ساختن یک پالایشگاه حداقل به 200 تا 250 میلیون دلار پول احتیاج هست، ولی برای خراب کردنش احتیاج به یک بمب حد اکثر 1 میلیون دلاری هست، و این بسیار بسیار برای ایران گران خواهد تمام خواهد شد. به دلیل اینکه جناب آقای خامنه ای مثل هر دیکتاتور دیگه ای مشاوران بله قربانگو رو به دور خودش جمع کرده، احتمال اینکه مشاور مناسب بهش داده بشه بسیار پایین است. فکر میکنم که در حال حاضر باور کرده خودش که احتمال داره در این جنگ پیروز بشه، و این بهش این جسارت رو خواهد داد که حمله بکنه. ببینید اگر حمله هم نکنه به هر حال اسرائیل ولکن نیست، یعنی چه ایران حمله متقابل بکنه چه نکنه، اسرائیل باز هم ایران رو خواهد زد، و چه بسا اون دکترین جدیدی که ارائه کرده، البته قبلا هم برای این دکترین حمله کرده بود در جنگ‌های 6 روزه به کشورهای عربی، دکترین این که حمله پیشگیرانه بکنه احتمالش خیلی بالاست، و اگر این اتفاق بیفته احتمال خیلی زیاد ابتدا مراکز پدافندی، رادارها از بین خواهد رفت، نیروی هوایی از بین خواهد رفت، و بعد از اون به راحتی زیرساخت‌های ایران رو مورد حمله قرار خواهند داد، و با این کار ایران رو به عهد حجر برخواهند گشت، بر میگردانند اینطوری راحت در. به هر حال امیدوارم این جنگ اتفاق نیفته، ولی این جنگ اگر اتفاق بیفته خونهای بسیاری خواهد ریخت، و بالاخره دو حالت وجود داره، یا اینکه ایران به هر حال دست از جنگ خواهد کشید و برای اینکه بخواهد مردم خودش رو سرکوب بکنه با تمام قوا سرکوب بکنه و شروع بکنه به اعدام و سرکوب نیروهای داخل ایران، و یا اینکه این شکست باعث قیام سراسری بشه و از هم پاشیدگی نیروهای به اصطلاح سرکوبگر باعث بشه که مردم بتوانن به راحتی رژیم رو سرنگون بکنن. به هر حال وضعیت بسیار بحرانی در پیش خواهد بود. چند روز آینده احتمالاً به این نتیجه برسیم که چه اتفاقی میفته، ولی من اگر جای مثلا نیروهای ایرانی بودم، اگر حتی اون توهم پیروزی رو هم داشتم، صبر میکردم شرایط به شکلی قرار بگیره که اسرائیل فکر بکنه که من حمله نخواهم کرد و بعد غافلگیرش بکنم. احتمالاً صبر میکردم چند روز دیگه بگذره، چند هفته بگذره، و در یک روز بدون مناسبت و در یک شرایطی که هیچ کس مثلا انتظار ازم نداره یک حمله غافلگیرانه بکنم و بتوانم تأثیر بگذارم. بالاخره نیروهای ایرانی اگر سامانه S-400 رو از روسیه گرفته باشن که شایعاتی بر این رابطه هست، و اگر اون هواپیمای سخو 35 37 کدوم اگر اونا رو هم دریافت کرده باشن، SU-35 نمیدونم این هواپیمای جنگی مدرنی که قراره دریافت بکنه، اگر اونا رو هم دریافت کرده باشه احتمال داره که اون اشتباه محاسباتی رو انجام بده و این جنگ دامنگیر کشور بشه. در هر حالت امیدوارم که برای مردم روزای بهتری باشد، ولی بسیار نگران کننده است، و من توصیه‌ام اینه که اگر براتون امکان پذیر هست آذوقه و
ما احتیاج اولیه خودتون رو مقداری بی اگر براتون امکان پذیر هست انبار بکنید، اگر براتون امکان پذیر هست جنراتور برق و سوخت انبار بکنید، جنراتور برق بخرید، برای اینکه اگر اتفاقی بیفته اتفاق بسیار ناگواری خواهد افتاد و ایران در شرایطی که میبینیم در این فشار اقتصادی که درش هست احتمال بسیار زیاد تلفات بسیار بالایی خواهد داد و به احتمال خیلی زیاد وضعیت بسیار بدی برای مردم پیش روست. امیدوارم که اتفاق بدی نیفته و امیدوارم که ایران هرچه زودتر به یک سمت عقلانی و دموکراتیک بره و این حکومت سرنگون بشه و مردم بتوانن با رأی خودشون در دموکراسی در دولتی آزاد زندگی بکنن. با امید دیدار شما در ایرانی آزاد و آباد. با امید دیدار.